بنده گرامی، خوب یادتان است 21 ماه پیش در یک درامی از قبل پلان شده هالیوودی کشور ما صفحه دیگی از تاریخ تجربه کرد، یک صفحه کاملا سیاه که کمتر نظیرش دیده شده بود. صحنه سازی قسم شد که جهان به وحشت افتاد، ولی طراحان حادثه 15/8/2021 در دل با سادگی همه میخندیدن و خوب میدانستن که چی کار میکنن. سفارت های مقیم در داخل افغانستان از ماها قبل به وابسته های خود، به جواسیس خود، به سرسپرده های خود و به کسایی که با اونا ارتباط داشتن و تا غیر وابستگی داشتن به اینا ایمیل روان کرده بود که بزودی یک تعهل در افغانستان میه، پاسپورت هایتان با پول نقدتان و مسائل بسیار ضروریتان با خود داشته باشین. وقت ما براتان ایمیل روان کردیم، دوان دوان و سرگردان به طرف میدان هوایی حرکت کنید تا ما شما را انتقال بدیم. کیها شامل از این لیست میشه؟ خوب دقت کنین بینده گروهی، مغزهای وطنتان برای جوالی و برای مردم های بیکار و برای مردم های بیسواد و مردم های بیدانش اینا کس ایمیل روان نکرده بود. برای کسایی که در 20 سال رشد کردن، درس خواندن، تحصیل کردن، سیاسی بودن، هر کسی که بودن و سرشان بتنشان میارزید، برای از اینا ایمیل روان کردن که شما آماده باشین. و بالاخره در امو اقدامی کردن، در قدم نخست مغزهای وطن کشیدن و در پهلوی از این مشخص است که تعداد زیاد از خائنین که در حرک بودن و وابسته های اشرف غنی بودن، چی در ترکیب شورای امنیت مهم و چی در ترکیب فضلی، اینا را قدم اولتر کشیدن. بعدا یکان مردم بیگناه و مردم چیر هم در کنار جا دادن تا سوال خلق نشه و تعداد در گوشه و کنار جهان تیتو پراگنده شدن و کسایی که شناخت کمتر داشتن بعدا براز اونا گفته شد به کشورهای دوم پناه بریم، با شما رو میاریم و یک قسمت به دیگه کشورها انتقال دادن که مانند زندان نگاهداری برشان فضای ایجاد شده که حتی بسیاری از اونا تکلیف روانی پیدا کردن و تعداد زیادی که به پاکستان و ایران رفتن مطلق بی سرنوشت و در بدر و خاک و سر شدن. یک بخش هستی ماجرا هست که میان غنی و طرفداران خائنش اعلان میکنه که ما نمیفهمیدیم، تا آخرین دقیقه نمیفهمیدیم، تا آخرین دقیقه کسایی نمیفهمیدن که در القی خبیثه اشرف غنی خائن فراری اینا سهم نداشتن، حضور نداشتن. ولی کسایی که یعنی در این حلقه امرالله صالح هست، در این حلقه بسم الله محمدی هست، در این حلقه کسایی که در این حکومت بودن و کسایی که در این نظام بودن، تمام از اینا به شمول دکتر عبدالله و اینا کل از اینا میفهمیدن که این آلت میایه. این آلت دفتن صورت نگرفت که یعنی که ما تا ساعت 12 بجه ما نمیفهمیدیم چیه. پس یکی گفت من دنبال چبلق رفتم، یکی گفت دنبال کتاب رفتم، یکی گفت تمام از اینا کسایی هستند که شرف باخته های وجدان خفته هستند که تعویل مردم دروغ میتن، دروغ میگن چون وجدانشان خفته است. برحال بدای گرامی من یک سایر همیشه به خاطر یاد میکنم که هموطنان ما بیشتر متوجه دسایسی که صورت میگیره باشن. آزادی زنان، تحصیل زنان، کار زنان، همه از اول و از عمان آغازین روزهای کنفرانس دوحب بسرکردگی ظلمه خلیزاد ای خائن ملی یک بهانه بود برای مشروعیت بخشیدن ملی و بین المللی به گروه تروریستی طالب ها
چون در هنج اینا تمام دوائر سنجید که بودن که اگر اینا دفتن میفتن که طالب آمد و زنها پس دوباره کار کنن در های مکاتب باز باشه و در ادارات کار کنن اینا کار کنن، خب سوالات پیش مردم خلق میشد. خب وسیله موندن که باید اساسی وسیله بالاخره اینا مشروعیت پیدا کنه، ولی این مشروعیت کی باید بر از اینا بده؟ مشروعیت اونمو طراحان بالای ما و شما قبولان که ماها در هر کجایی که هستیم صدا بلند کنیم که از حقوق زنان از بین رفت، هل زنها بیکار شدن، هل زنها در خانه های خود رفتن، تنها بر یک نقطه متمرکز ساختن، دیگه جنایاتی که در وطن صورت گرفت، قتل هایی که صورت گرفت، خون هایی که ریخته شد، کوچ های اجباری که شد، ناقلینی که به میلیون ها نفر از طرف خط دیولن به نقاط مختلف کشور ما اینا انتقاد داشتن، اینا را کس صداش بلند نکرد، فقط زن زن زن. و از امون روزای اول بیندای گرامی از طریق امی تلویزیون با صدها بار فریاد کشیدیم که اقبر نجات زنان کشور فریاد نکشین که عاقبت عاقبت امی سر و صداها را، امی فریاد کشیدن ها را، امی صدای عدالت خواهی بر خانم ها را، آمیان تروریست ها در رأس امریکا و انگلیس و اینا سند میگیرن برای مشروعیت بخشیدن این سیاه رویان تاریخ. بالاخره خود از اینا میگن جلساتی که در این یکی سه چهار روز جریان داره، مثلا جلسات دانوست و جلساتی که روز دوشنبه 24 اپریل در یکی از کشورهای اروپایی برگزار میشه، اینا تمامش آمادگی هاست برای مشروعیت بخشیدن، لابیگری هاست برای مشروعیت بخشیدن طالب ها. و جهان هم بالاخره میگه، شما یادتان باشه مثلا منشی ملل متحد و امریکا، چون حال کل ما شما خدا رو فراموش کردیم، خودم فراموش کردیم، هویت خودم فراموش کردیم، تاریخ خودم فراموش کردیم، همگی فقط دست ما به دامن امریکاست که بریاز خدا ما رو نجات بده. همین امریکایی که ما رو در باطلاق غرق کرد و با مصیبت و بدبختی در 21 ما رو تنها گذاشت و تماشاگر بود و ما هفته 40 میلیون دلار هم رو میکرد. اینمینا پس دوباره شاید تا در ماه می اعلام کنن که برادر به ما چی؟ ما خود نمیخواییم که اینا را مشروعیت بشیم. این دو مسئله عامل بسیار مهم است، مسئله کمک رسانیست که اینا نمیذارن، و دیگه خود شما شب و روز مجالس برگزار میکنین، کنفرانس ها میتین، نامه ها روان میکنین، تومار ها روان میکنین که باید زن ها اجازه کار داده شد و زن ها تحصیل برشان داده شد. خب اینه این طالب با اینا موافقه کرد، موافقه میکنه، پس دیگه مشکل با طالب نیست، دیگه جنجال نیست، خلاص. در این 21 ماه هم بیدایگرامی خبرنگار نماهای که به دنباری خریزاد اینا میرن و داکتر صاحب گفته میرن و اعترام میکنن این خاینی نمیدینه، چیره های معاملگر و خائن زیر نام سیاسیون و نخبه ها و بنام وزیر و وکیل و این و این و این آن، اما در اصل لابیگرهای طالبان نیست، ده می راستا سخت تلاش کردن و بسیار خائنانه تلاش کردن تا را برای مشروعیت بخشیدن به این گروه تروریستی که تضمین کننده منافع بیگانه ها در کشور ما در کنفرانس دوحه، او کسی که از طالب روایت میکنین در کنفرانس دوحه، اینا فروختن افغانستان هم فروختن، خودم فروختن، عیسیت خودم فروختن، ناموس خودم فروختن، شرف خودم فروختن، آزادی خودم فروختن و جایگزین سربازان بلک واتر شدن با اخذ هفته 40 میلیون دلار. و شما کسایی که بر اینا لابیگری میکنین پستر از این هستین، شرف باخته تر از این هستین که برای بقای این گروه تروریستی شما تلاش میکنین، چون خوب میفهمین، عقل دارین، میفهمین که اینا تضمین کننده منافع غرب در افغانستان است و در عین زمان برای شما قوم پرست ها و کسایی که قومی میاندشین تضمین کننده بقای وسایل قومی در افغانستان هستن. پس سرنوشتی ملت چی میشه؟
در داخل افغانستان هم ای کاش که اینا دو یک گروه باشن، خود دو گروه هستن الجایی و درانی که اینا هم بکلی خود تا سال هاست که میزنن. ملت این یه مسئلهش گم شد، نام ملت گم است. هیچ کس از مردم ما که در این 21 ماه چی کشیدن یاد نمیکنه، فقط یک تعداد خائن به خاطر که ارتباطات قومی دارن، ارتباطات زبانی دارن، منافعشان در اونجا تضمین است، خانه هایشان و پول هایشان و سرمایه هایشان پیش طالب بگروگان گرفته، اینا از دفاع میکنن و که باید طالب بیایم. ولی کور هستن، عقلای خود از دست دادن، چشمانشان کور است که ببینن که مردم دردمند ما در 21 ماه چی کشیدن. سر تا سر کشور ما صدای ناله و زجه است، سر تا سر کشور ما دست ها دراز از بسوی دیگر ها که یک لقمنان بده. و این لقمنان کی گرفت ازشان؟ خائن به نام اشرف غنی و در پیشتر از او خائن به نام کرزی که این شرایط آماده ساختن و فعلا بقایای خاد دکتر نجیب و کمونستان خلقی و چان آستانه به نام طالب گرفت. ملت ما چنین خوار و زبون و بیچاره نبود، اما هم خوار ساختن ما را، هم زبون ساختن، هم بیچاره ساختن. ولی باز هم تکرار میکنیم که به خدای بزرگ سوگند که بیگانه ها هنوز هم جرأت ندارن که در داخل کشور ما اینا با کمال پررویی کارهایی را انجام بدن، تا زمانی که از خودی های بیگانه پرست شرف باختی که هیچ چیز ندارن، هیچ به هیچ ارزش انسانی پای نیستن، اینا شرایط برشان آماده نسازن. تا وقتی که از یک تعداد خائن وجود داره که در برابر دریافت پول با تمام ارزش انسانی ما بازی میکنن، بیگانه ها دست باز در کشور ما کار میکنن. حالا شما چی فکر میکنید بیده کرامی؟ حقوق زن تنها در این کشور ما بود یا آزادی های ما شما؟ یا ای که باید دادخواهی به خاطر خونهایی که ریخته شد میگید؟ شما فکر نکنید که این 500 نفری را که همگانی شدن در مطبوعات آمدن طالب کشته، به صدها تای وطن دیگه ما شما را کشتن، ولی دیگه نه کسی اونجا جرات خبر رسانی داره، چون همه چیز تحت کنترلی خواهی نست، نه کسی فیلم برداری میکنه، نه کسی انترنت داره، هیچ چیز نداره. آیا این مهم بود یا حقوق زنان؟ آیا این مهم بود که باید تحقیق میکردن که حداقل به اساس گزارشات که نشر شده که قریب به 3 میلیون مهاجر انتقالی را اینا انتقال دادن به نقاط مختلف، و یقین که امروز در پنجشیر که شما برین شاید کمتر مردم بومی پنجشیر پیدا کنین. در بگرام شما یادتان است که آجی الماس از قبل سالها قبل فروخته بود در همکاری با می زیا یاسین و با اینا ناقلینی را که نافان بودن انتقال داده بودن. خود غار و مناطق از تخار شما شاهد بودین چند وقت پیش که چی جنجال های به پا خیست که مردم به خاطر ناقلین برو انداختن. خدا میدونه که در بامیان چقدر ناقلین روان کرده باشه. جاهایی که سنگرهای مقاومت مردم افغانستان بود، جاهایی که در وقت جهاد مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ اونجا نتونستن که با تمام ساز و برگ نظامی فتح کنن، ولی امروز پس بسیار سادگی اونجا را گرفتن. البته سادگی به این معنی که خود فروختن، ناموس خود فروختن، حیثیت خود فروختن، شرف خود فروختن به خاطر از اینکه پس دوباره سر قدرت بین، اما با یک چیری کری و زشت دیگه به نام طالب، اون کمونستای سابق. سنگرهایی که در گذشته بود اون سنگرها رو اینا از بین بردن، اون موازی رو از بین بردن، و یقینا که در تمام از این جاها اینا ناقلین انتقال دادن. و چند سال بعدم اگر امیل لحظه یادتان باشه، اگر رای گیری کنن در افغانستان که مردم چی میخواین، و خدا 90% میگه ما طالب میخواییم، برای اینکه 90% جاهایی را که اینا برن رای گیری کنن تمام افراد خود اینا وقت جابجا کردن، مردم از خانه هایشان بیرون کردن، مردم به جای دیگه انتقال دادن، در اون جایی که رفتن اینا دیگه با عقل بلند کردن صدا نداره، مثل برده هاستن، مثل برده هاست که صدای خود کشیده نمیتونن. و در رای گیری هم صورت بگیره
همین مردم میاد رای میتن که ولی طالب است برای ما امنیت آورده، برای ما هر روز میره بوجی بوجی نان میره، اما هیچ کس نیست که باید بوجی بوجی در وضعی مکتب بسته میشه. در یه آخر چقدر در رای مکاتب اینا با آتش کشیدن، چقدر مردم از تعلیم و تربیه و فرهنگ و دور نگاه کردن، مردم در فرهنگ گدایی و فرهنگ بیچارگی اینا غرق ساختن. امنیت چی کنی که ملت را از بین بردن؟ این دامنی مدرسه را ما چی کنیم که به هزارها تا مدرسه ساختیم؟ برادر این مملکت تنها ملا کار نداره، این مملکت تنها چلی کار نداره، تنها مأذن کار نداره، این مملکت به دکتر نیاز داره، این مملکت به انجینیر ضرورت داره، این مملکت به نرس، به قابله، به همه چیز ضرورت داره. اما با این شیوه هایی که غیر انسانی که اینا انجام دادن، همه چیز امکانات مردم را گرفتن. با چنین حالته هنوز هم یک تعداد انسان های شرف باخته به خاطر بقای از اینا لابیگری میکنن و حتی کارهای بیشتر انجام میتن به خاطر مشروعیت بخشیدن از اینا. روح استاد بزرگ، استاد سخن خلیلی بزرگ شاد که حید اون وقت فریاد کشته بود که وقتم اگر از غرب یک کس ضربی میدید ملل متحد جلسه میگرفت، ولی اون وقتم که خونهای بیشمار وطندارهای مریخته میشد ملل متحد تماشاگر بود. و امروز شرم‌آور است برای ملل متحد، خجالت آور است برای ملل متحد که میگه ما هفته آینده جلسه میگیریم برای بالاخره برای مشروعیت بخشیدن و رسمیت شناختن این گروه. باز او امین محمدی میگه که خدا کنه یک کار صورت بگیره که ما همین کار را نکنیم. این چقدر شما گزارش بعدی نمیشنوید، ولی استاد سخن استاد خلیل سالها میگفت اگر از غرب تن چند بیفتد در بند، چی فقان ها که از آن کاخ نخیزد به هم، یعنی از ملل متحد. لیک یک کشور آزاد چو غلطید به خون، لیک یک کشور آزاد چو غلطید به خون، کس ندیده از در ابروی کسی آنجا خم. و فکر وطن ما، مردم ما، خون هایی که ریخته شد، نه ملل متحد است، نه امریکا است، نه انگلیس. این ماستیم که خود بازی میتیم، خود فریب میتیم و امید واهی داریم که بالاخره اینا کشور ما را میسازن، اینا کشور ما را بدبختر از آلت میسازن. گزارش در همین رابطه تهیه کردیم که خدمت شما تقدیم میکنیم. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تعامل با طالبان میگوید که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانس در روزهای آینده برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. امین محمد در سمیناری که در ریاست عامه و امور بین الملل دانشگاه پرینستون ترتیب شده بود گفت که در این نشست بین المللی علاوه بر دیگران نمایندگان ویژه همه کشورهای جهان برای افغانستان دور یک میز گرد هم خواهند آمد. او تاکید کرد که ملل متحد تلاش دارد که آنها را تا دو هفته دیگر در منطقه گرد هم آورد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان نخستین نشست را با منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهند داشت. امین محمد ابراز امیدواری کرد که گامهای کوچک پیدا شود تا آنها را در مسیر به رسمیت شناختن طالبان بازگرداند. او گفت آیا ممکن است؟ من نمیدانم، اما این بحث باید اتفاق بیفتد. طالبان آشکارا خواهان به رسمیت شناخته شدن هستند و این اهرم فشار است که ما داریم. در این حال زلمه خلیزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه 18 اپریل در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان این نشست در دوحه خواهد بود و با استقبال از این نشست اجرای کامل توافقنامه دوحه را به عنوان هدف مشترک برای این نشست توسعه می کند. با گفته او در میان رهبران طالبان در حمایت از توافقنامه دوحه اتفاق نظر وجود دارد. او افزوده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آرا این توافقنامه را به عنوان یک گام مهم تایید کرده است و با گفته وی مقامات حکومت پیشین نیز این توافقنامه را بهترین راهکار برای چالش‌های افغانستان می‌داند. خلیزاد این چهره سیاه و خائن ملی تاکید کرده است که این موافقتنامه به طور کامل اجرا نشده است و هیچ جایگزینی از حمایت گسترده در میان افغانها و جامعه بین المللی نیز برخوردار نیست. این خائن ملی در توییترش نگاشته است
با توجه به شرایط کنونی افغانستان یک نقشه راه برای اجرای آن توافقنامه دوحه نیاز است. برای تهیه نقشه راه سرمنشی ملل متحد و نمایندگان کشورها باید با طالبان در جریان گفتگوهای خود جلسه داشته باشند. خلیلزاد خائن عصر معتقد است که این امر مشخص خواهد کرد آیا طالبان همچنان به توافقنامه دوحه متحد میمانند یا خیر، و نیز جامعه بین المللی به همکاری با آنها و دیگران متحد میشوند یا نه. ترتیب نقشه ای را لازمی است. نماینده پیشین ایالات متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان زلمای خلیلزاد خائن ملی اضافه کرده است که ترتیب نقشه ای را مجموعی از اقدامات طالبان و جامعه بین المللی است و باید به موضوع آموزش و اشتغال زنان بپردازد. با گفته او در ادامه این نشست سرمنشی ملل متحد باید یک نماینده شخصی را برای همکاری با افغانها و نهادهای بین المللی مربوط برای توسعه و تطبیق نقشه ای را تعیین کند. دیروز بیننده‌های گرامی همین سازمان اعلام کرد در صورتی که نتوانند مقامات حاکم کابل را متقاعد کنند که به زنان کارمند مجوز کار در دفاتر این نهاد را بدهند، این سازمان تصمیم ناگوار خروج از افغانستان را میگیرد و مهمه افغانستان را ترک میکند. اما گزارشات امروز برعکس است، یعنی در مهمه در عوض ترک افغانستان اینا طالب ها را به رسمیت میشناسند و بیشتر بر از اینا صلاحیت میدن تا با سرنوشت مردم ما بیرحمانتر و وحشیتر از گذشته بازی کنند. با دنبال اظهارات امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری نشست برای برسمیت شناختن طالبان، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که این کار به معنای پاداش دادن به ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم است. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان این مطلب را پس از چاشت روز چهارشنبه در رشته توییت‌های بیان کرده است. نبیل پیشنهاد بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. او نوشته است بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان خیانت به زنان و اقلیت‌های افغان است که تحت حاکمیت آنها رنج کشیدند. این مقام امنیتی حکومت پیشین افغانستان تاکید کرده است که هر گونه بر رسمیت شناختن طالبان باید منوط به رعایت حقوق بشر از سوی این گروه باشد. در بیش از 21 ماه تسلط طالبان بر افغانستان این گروه بارها از سوی سازمان‌های ملل متحد به نقض حقوق بشر متهم شدند. گفتنی است که اظهارات همین محمد در مورد به رسمیت شناختن طالبان با واکنش‌های منفی گسترده نیز مواجه شده است و در ادامه واکنش‌ها و اظهارات وی جنبش زنان برای صلح و آزادی افغانستان مخالفتش را با این اظهارات ابراز کرده است. این جنبش امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه اظهارات اخیر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را مخالف ارزش‌های حقوق بشری، ماموریت اصلی این سازمان و نادیده گرفتن حقوق اولیه زنان افغانستان دانسته است. جنبش زنان برای صلح و آزادی با اشاره به حذف زنان از جامعه پس از تسلط طالبان بر افغانستان امین محمد را به اظهارات اوجلانه و غیر مسئولانه متهم کرده. در اعلامیه آمده است جنبش زنان برای صلح و آزادی ضمن ابراز نگرانی از این اظهارات از تمام جریان های فعال، شخصیت های ملی و بین المللی، جبهات، احزاب و جنبش های زنان میخوان که موقف روشن و صریح خود را در قبال این موضوع اعلام کنند. این جنبش همچنان از جریان های ملی و بین المللی خواسته است که نگذارند سران سازمان ملل متحد در برابر خواست های غیر انسانی رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان تسلیم شده و زنان افغانستان را زنده و گور کنند. گفتنی است که کارزار گسترده در نکوش اظهارات اخیر امینه محمد در شبکه‌های اجتماعی برا افتیده است.